ما سعی میکنیم همیشه مطالبی رو عنوان بکنیم که جنبه ایجابی و اثباتی داشته باشد، به این معنا که یه مطلبی رو از نظر اهل بها تشریح میکنیم، البته با بیان قاصری که داریم میکوشیم تا اون چه رو که دانستنش در مورد لازم است یا مفید است عرض بکنیم، و در این مطالب ساعتی با شنوندگان خودمون همراز و دمساز باشیم. خیلی کم پیش میاد که به رفع شبهات بپردازیم، یعنی جنبه سلبی، جنبه نفی بدیم به مطلب خودمون، برای اینکه این رو در شأن اهل بها نمیدونیم که هم خودشون رو صرف رفع شبهات یا بحث درباره ایرادات بکنن. اما تصدیق می‌فرمایید که گاهی این امر لازم میاد، برای اینکه به اندازه‌ای مطلب رو مشتبه می‌کنند بر اذهان عامه که رفع شبهه ضرورت پیدا می‌کنه. از جمله این شبهات که الغا کردند و بسیار درباره اون تأکید کردند و طوری اذهان رو مشوب ساختند که تنویر افکار از این لحاظ کار آسانی نیست، اگرچه مطلب خیلی ساده است، خیلی روشن است، این مسئله است که گفته می شود از طرف دیگران که حضرت بهاءالله دعوی الوهیت کرده است و به همین سبب بر بهائیان طعنه می رانند. و حالا که انسان وقتی آثار و کتب حضرت بهاءالله رو، الواح حضرت بهاءالله رو می خواند، از این بی انصافی تعجب می کند، بلنگ شاید لوحی نیست، شاید بتوان گفت صفحه‌ای نیست که در اونجا حضرت بهاءالله دم از بندگی نزده باشد. حضرت بهاءالله شهادت به وجود خدا و ذات خدا و تنزیه خدا و تقدیس خدا و توحید خدا نداده باشد و خود را در مقام عبودیت قائم ندیده باشد. شما میبینید که به تعلیم از بهاءالله بهائی ها در نمازشون، در نمازی که به صلات کبیر معروف است، میخوانند اشهد بما شهدت الاشیاء الملع الاعلا والجنت الالیا و انورائها لسان العظمت من الافق الابها انک انت الله لا اله الا انت. یعنی بهایی به تعلیم خدا از طریق حضرت بهاءالله در نماز خودش رو به این شهادت مکلف میکنه، شهادت میدهد به این که تو خدایی و جز تو خدایی نیست. والذی ظهر انه هو السر المکنون و الرمز المخزون، با اینکه ظاهر شده است راز ناپیدای تو بوده. ملازم فرمید که شهادت به یگانگی خدا میدهد و بعد اون چرا که ظاهر شده راز ناپیدایی میداند که خدا اون رو ظاهر کرده. یا در نماز دیگر که به صلات وسطا معروف است، بهایی اینطور میخواند شهد الله انه لا اله الا هو له الامر والخلق قد از هر مشرق از ظهور مکلمت تو. اول شهادت به این میدهد که خدا یکیست و جز او خدایی نیست، امر و خلق از آن اوست، اون وقت میگوید که اون خدا مشرق ظهور مکلمت تو رو ظاهر ساخت، ظاهر آورد، یعنی به صراحت شهادت میدهد که خدای یگانه همون خدای ناپیداست و اوست که حضرت بهاءالله رو ظاهر آورده است.
در بعضی از دعاها که حضرت بهاءالله تعلیم کرده به اهل بها که بخوانند این دعاها رو به زبان خودشون بخوانند، در اونجا میبینیم که به اهل بها آموخته میشود که وقتی رو به سوی خدا میکنند به زبان حال راز و بقال، راز و نیازی که میکنند، حکایت از اقرار به وحدانیت الهی و تنزیه ذات او باشد، و در همون ضمن اشاره به این که یا اقرار به این که حضرت بهاءالله که به اراده خدا ظاهر آمده است فقط مظهر امریست، مبعوثیست که به اراده خدا خودش را آشکار کرده. قل سبحانک یا اله الوجود من الغیب و الشهود اسألو که بالاسم الذی به تزلزلت الارض و انفطرت السماء و مرت الجبال و اضطربت الاقطار و انت ایدنی علی ذکرک و ثنائک على شأن لا تمنعني حجبات البشر الذين اعرضوا عن مشرق وحيك ومطلع الهامك. ببینید از بهایی میخواهد که بگو ای خدای وجود، ای خدای وجود از غیب و شهود، از تو میخواهم به حق اسمی که زمین و آسمان با اون به هم خورده و کوه ها به حرکت در آمده و اقطار مضطرب شده، از تو میخواهم به حق او که منو معید کنی به ذکر و ثنای خودت به حدی که حجاب های بشری منو منع نکنه. کدوم حجاب های بشری؟ همون حجاب های بشری که باعث شده است مردم از مشرق وحی تو و مطلع الهام تو اعراض بکنند. صریح تر از این بیانی در جدا ساختنه مظهر وحی خدا، مطلع الهام خدا از خود خدا، از ذات خدا نمیتواند باشد. شاید لطف این کلام رو بیش از همین موارد در جایی میشه پیدا کرد که ذات اقدس حق به حضرت بهاءالله خطاب میکند و او رو بنده خودش میخواند و از این بنده میخواهد که مردم را از اون چه خدا به او سپرده آگاه بکنند و از کسی پروا نداشته باشد، در هر کاری به خدا توکل بکنه، از اهل انکار اعراض بکنه، خدا را برای خودش بس بشماره، به او وعده نصرت میده، به او وعده ظفر میده، حتی به یاد او میاره که وقتی در قسطنطینیه بود، وقتی در اسلامبول بود و اعتنا به سلاطین و امرا و حکام و ولات و وزران نکرد و به دیدارشون نرفت و به همین سبب مغضوب و مردود درگاه خلافت قرار گرفت، مردود درگاه صدارت قرار گرفت و وسیله تفتین به دست سفیر کبیر داد، چگونه به زبان او جاری کرد که من فقط آدابی رو که خدا به من تعلیم میکند میدانم و به آداب مردم اعتنا ندارم. این بیان حق در این موارد بعضیاش اینطوره: ان یا عبد ذکر العباد بما القیناک ولا تخف من احد ولا تکن من الممترین. خدا بزرگ به الله خطاب میکند، مردم رو متذکر بدار به آنچه به تو القا کردیم و از کسی خوف نداشته باش. فسوف یرفع الله امره و یعلو برهانه بین السماوات و الارضین فتوکل فی کل الامور علی ربک. خطاب بزرگ به الله قلم حق مطلق میگوید در همه امور و پروردگار خودت توکل کن و توجه الیه، به او توجه کن. ثم اعرض عن المنکرین فکف بالله ربک ناصرا و معین.
انا کتبنا علی نفسنا نسرک فی الملک و ارتفاع امرنا، ما بر خودمون واجب داشتیم که تو رو در ملک منصور بداریم و امر خودمون رو مرتفع کنیم. ولو لن یتوجه الیک احد من السلاطین، ولو هیچ کدام از پادشاهان زمان به تو توجه نکنند. بعد همون شهری رو که عرض کردم می فرمایند ثم ذکر حین الذی ورد فی المدینه و زنو و کلا و سلطان به انمکه لن تعرف اصولهم و تکون من الجاهلین. قل ای و ربی لا اعلم حرفا الا ما علمن الله بجوده و انا نغر رو به ذالک و نکون من المغرین. همون شعری که عرض کردم، پس بها الله موقع ورود به استانبول به احدی از امرا و ملوک و بزرگان درگاه خلافت عظما اعتنا نکردند و به همین جهت گفته شد که ایشان آشنا به آداب و اصول نیستند، که به دیدار صدر اعظم نمی روند، به دیدار وزران نمی روند، به دیدار سفیر کبیر مملکت خودشون در اون شهر نمی روند. در جواب خدا بسته بها الله وحی می کند که به اینها بگو من اون چرا که خدا به من وحی می کند می دانم، آداب من و اصول من هم به قلم او تلقین می شود، الغا می شود. چیزی از اون که شما اسمش رو اصول و آداب گذاشته اید اگر من خودم تصدیقش نکنم نمی دانم. و خود او، خود حضرت بهاءالله در مقام مناجات خدا رو به یگانگی می ستاید و اظهار بندگی می کند. بارها گفته است الهی الهی اشهد و وحدانیت و فردانیتک و با انک انت الله لا اله الا انت لم تزل کنت مقدسا عن ذکر دونک و ثناء غیرک ولا تزال تکون و به مثل ما قد کنت من قبل و من بعد. شهادت میدهم به یگانگی تو و به اینکه جز تو خدایی نیست، همیشه از ذکر دون خود مقدس بودی و همیشه هم همونطور که بودی میمانی. و باز میفرمایند سبحان الذی اظهر امره و انطق الاشیاء علی انه لا اله الا هو الحق و علام الغیوب یشهد المظلوم و به وحدانیته و فردانیته لم یزل کان معروفا به نفسه و مهیمنا به سلطانه و ظاهرا به آیاته لا اله الا هو الفرد المهیمن القیوم. می فرمایند بزرگ از خدایی که امرش رو ظاهر کرد، اشیاء رو به این سخن ناطق داشت که خدا یکیست و جز او خدایی نیست. مظلوم یعنی خودشون به وحدانیت او و فردانیت او گواهی می دهد. و بعد در جای دیگه می فرمایند شهد الله انه لا اله الا هو والذی ینطق انه لهو الناطق فی الطور والمشرق من افق الظهور. و باز در جای دیگه می فرمایم شهد الله انه لا اله الا هو و هو الذی اتا بالحق انه هو مالک الوجود و سلطان الغیب و الشهود. سریشتر از همه اینها اگر ملاحظه بفرمی در جاییست که حضرت بهاءالله آشکارا به عنوان فرستاده خدا، بنده خدا، بهاء خدا و پسر بنده خدا حتی نامیده شد. خودش رو بنده ای دانسته است که با خدا ایمان داره، با آیات او ایمان داره، فقط بندگی رو شایسته خودش میشماره، صفتی جز این صفت نمیخواد. خداست که او رو مبعوث کرده، خداست که او رو فرستاده، اون چی میگه از نزد فرستنده‌اش نه از نزد خودش. اگر مردم رو به اطاعت خودش میخونه،